سومین و آخرین تاریخ ارزی Red Dead Redemption 2 26 اکتبر یا همون 4 آبان تعیین شده و خوشبختانه دیگه قرار نیست تغییر کنه. 6 ماه به انتشار بازی مونده و با این 4 دقیقه تریلر حداقل نمیشه در مورد جزئیات بازی نظر داد. اما میدونیم که راکستار کارشو بلده و قراره با داستانی طرف باشیم که ما رو به قلب غرب وحشی ببره و گذشته تلخ جان مارستون و گروه خلافکار داچ رو برملا کنه. خب آقا چیکار کنیم تا آبان؟ واقعا سخت. چیکار کنیم تا آبان؟ واقعا سخته. فکر میکنم الان مورد انتظارترین بازی امساله تا اینجا. و اگه بخواد شاید بگی دیترویت هم شاید بگی. دیترویت هم هست. آره. آخه دیترویت میچونه انصاریه. آره. همه شاید بازی میکنن. ولی خب دیترویت هم جزء بازی مورد انتظار. البته یه چیزی هم بگم، بتسام امسال بتسام امروز امسال ترکونده ریج دو و بله. احتمالاً این بازی جدیدش هم معرفی کنه. همون که فضایی توره و اینا. بله بله. اسمش چی بود؟ بعد یه چیزی که اسپلینتر سل ممکنه معرفی شه. آره خلاص هم رفتیم تو دماغ سر. ولی یه چیزی که هست این که بهتره وقتی میاد امسال که گفته کلویتن کنفرانس شده داره. و یه چیزی که هست این که هر بازی که معرفی میکنه همون سال همون سال میده، یعنی تو 6 ماه آینده اش مونتاژ فالات اینطوری شد، بلنشتاین پارسال اینطوری شد و خیلی خوبیه. امیدوارم این ممکنه به بازی مونستر اضافه کنه. آره دقیقاً جالب میشه. آره ریج دو خیلی بازی جالبی داره. امسال ایتری کلا جذابه. حالا راجعش صحبت میکنیم آخره لودینگ این هفته. اما قبل از اینکه برسیم و ازتون خدا بزنیم چی ببینیم؟ قبل از اینکه بریم مثل همیشه زوم از زوم جی بپرسی رو ببینیم. آره ببینیم تو بچه‌ها سوالایی که کردن افشین زحمت کشیده و به سوال شما پاسخ داده. از ما بپرسید سوالاتتون رو تو بخش کامنت ها و میتونیم به loading@zoomji.ir هم آره یه چیزی از بچه‌ها پرسیدن کجا بفرستیم loading@zoomji.ir. البته نادر اینو گفت تو کامنت ها هم میتونیم بپرسید. آره کامنت اونجا میتونیم ویدیو اینا رو بفرستیم. آره چون یکی پرسیده بود که کجا چجوری بفرستیم ویدیو رو از loading@zoomji.ir. مرسی بریم ببینیم و بعدش هم نرسنجی بعدش هم برگرد تو ازتون خدافزی کن. استدیوهای فرست پارتی اونایی هستن که بخشی از کمپانی سازنده یک کنسول به حساب میان و فقط بازی‌های انحصاری اون کنسول رو می‌سازن. از این استدیوها میشه به ناتی داگ برای سونی و رر برای مایکروسافت اشاره کرد که بازی‌هاشون انحصاری پلتفرم‌های این دو شرکت منتشر میشه. از طرف دیگه استدیوهای ترد پارتی به اونایی گفته میشه که تحت مالکیت شرکت خاصی نیستن و به همین دلیل خودشون در مورد اینکه بازیشون روی چه پلتفرمی منتشر بشه تصمیم می‌گیرن. مثلا یوبی‌سافت یک کمپانی بازی‌سازی ترد پارتی محسوب میشه که اکثر بازی‌هاش رو به صورت مولتی پلتفرم منتشر می‌کنه. پلیستیشن کامرا در واقع یه دوربین و سنسور تشخیص حرکته که سونی اون رو به عنوان جانشین پلیستیشن آی معرفی و عرضه کرد. این وسیله جانبی با تشخیص حرکات کنترلر موو یا دوال شاک 4 میتونه تجربه این متفاوتی از بازی کردن رو به مخاطب ارائه کنه و از بازی‌هایی که ازش پشتیبانی میکنن میشه به لیتل بیگ پلنت 3 و آنتیل داون اشاره کرد. علاوه بر این پلیستیشن کامرا یکی از لوازم لازم برای استفاده از هدست پلیستیشن وی آر هم به شمار میره و به عنوان سنسور تشخیص حرکات کاربر حین استفاده از این هدست مورد استفاده قرار میگیره. آقا کمتر از تقریبا یک ماه دیگه هم به جام جهانی مونده هم به ایتری مونده. چه سالیه. به به. چه سالیه. به نظر من ایتری امسال. ایتری امسال. شاکی. چه سالیه. بفهم. از ایتری 3-4 سال گذشته به نظر من هرجنگیسته. دقیقاً خبرها اینو میگه، شواهد اینو میگه، چون شاهده سری بازی جذاب خواهیم بود. کنسول ها جا افتادن، مثلا میان نسلی ها، اونم خوش میشه مزید بر علت بشه و دیگه رسیدن به، یعنی به گل کن، به گل استفاده از قدرت کنسول رسیدن. حالا ما که بی صبرانه منتظریم، مثل همیشه مثل هر سال میتونین توی زومجی، فقط زومجی باشین ایچی، چون همه اخبار رو پوشش میدیم و حالا برنامه های ویژمون هم براتون متعاقباً اعلام میکنیم. از هفته بعد یه بخش کوچولو برای ایتی را میدازیم تو لودینگ، ولی یه ویژه برنامه براش داریم قبل از لودینگ که فکر میکنم دقیقاً بیفته قبل از شروع ایتی. بله دقیقاً. حالا بعد دقیقاً بهتون میگیم زمانش رو. خب ناده تو هستی چیزی؟ نه مرسی که با ما بودین. ما رو هر جا که دمتون نسنجی اگه بخوایم بپرسیم تو زلدا انتخاب بکنی؟ من زلدا رو. خب من چی انتخاب کنم؟ جی تی زلدا. شما هم به ما بگین چی انتخاب میکنین و
امیدوارم که به همه آرزوهاتون برسه.